دوستان گرامی سلام وقت شما به خیر و خوبی در این ویدیو در مورد پیشرفت ویزاهای بشار استرالیا بر شما معلومات رای میکنیم از زمان سقوط افغانستان تا 19 می 2023 به تعداد 40 هزار اپلیکیشن یا درخواستی که هر اپلیکیشن ممکن است یک نفر یا دو نفر یا سه نفر چهار نفر باشه به دولت استرالیا داده شده این 40 هزار اپلیکیشن حدود 190 هزار نفر شامل بده از این چیل هزار اپلیکیشن تنها نو هزار اپلیکیشنش پروسس شده بررسی شده و نهایی شده اگه گفتیم که هر اپلیکیشن ممکن است که یک نفر دو نفر سه نفر پنج نفر باشه از خب این نو هزار اپلیکیشن که بررسی و نهایی شده چیل دو هزار نفر شامل میشن از این نو هزار اپلیکیشنی که بررسی شده و نهایی شده برای دو هزار و و اپلیکیشن یا درخواستی ویزا داده شده گفتیم که هر اپلیکیشن ممکن است که یک نفر باشه یا دو نفر یا هفت نفر باشه که 2505 کسی که ویزا گرفته شامل 12,000 نفر میشه استرالیا گفته بود که ما حدود 26500 ویزای بشر دوستانه برای افغانستانی ها میدیم این برنامه تا سال 2026 ادامه میداشته باشه و از این 26000 ویزایی را که وعده داده بود تا حالا 12,000 هزار ویزای خوده اینا صادر کرده و ممکن است که 13 یا 14,000 هزار ویزای دیگه برای باقی مانده ها داده شود این ویدیو ممکن است یک کمی طولانی باشه و معلومات زایل شامل میشه معلومات درباره انواع ویزه های استرالیا هست که ایره شما میتونید در ادامه ویدیو تماشا کنید طریقه ارسال درخواست ویزای بشردوستانه به استرالیا یکی یک از طریق پست هست که من صندوق پستی رو در ادامه این ویدیو برای شما ذکر کردیم و همچنین طریقه ارسال درخواست به صورت آنلاین است که در ادامه ویدیو ممکن است از نیمه و با بعدش باشه ببینی دوره راهنمای هایش ذکر شده که چه چیزهایی لازم هست چه شرایط ها باید داشته باشه و همچنان تغییر آدرسی موضوع مهم است کسایی که اکنالجمین لیتر یا تاییدی دولت استرالیا را دریافت کردن شما اگر داخل افغانستان باشن کارای شما پیش نمیره شما باید به کشوری باشن که دانجا دا سفارت استرالیا باشه و به با او کشور اگر قبلا رفتن خبر دادین که خوب منتظر باشین. اگر رفتن هنوز خبر ندادید حتما ای کار بکنید که ما د ادامه او فرم برای شما معرفی میکنیم لینک هم در بخش را شای میمونم یا هینان اگر شما تایید رو دریافت کردین حتما خود به یک کشور برسون که سفارت استرالیا در اونجا باشه دو اکنالجمنت لتر گفته که کس شما یک کیس واقعی هست و ایمیل آدرس ارتباطی هم دمو اکنالجمنت لتر به شما داده شده که میتونم راه اونا تماس بگیرم و پیشنهاد میکنم یک اکنالجمنت لتر اگه دریافت کردین خود به یک کشور برسون که سفارت استرالیا اونجا هست و ای فرم تغییر و آدرس خانه پاری کنید و منتظر انا باشید خب دوستای گرام ادامه ویدیو رو تماشا کنید ویدیو طولانی هست ولی اگر بیش خوب ما در یوتیوب دیزاین میکنیم که شما به این بخش تشریح ویدیو را کلیک کنید در قسمت پایین ویدیو تایمر رو که دقیقه چندم دقیقه چندم حتما جزیاتش نوشته هست سر نوزو دقیقه سانیه و دقیقه اگر شما کلیک کنید مشخصا شما رو در ما بخش راجع میکنه که میتونید بخش را که نیاز دارین رو ببینید مثلا دقیقه اول یا دقیقه دوم یا دقیقه دهم اینجا نوشته هست سر سرانوز کلیک کنید معلوماتش هست مستقیما شما رو در بخش پلی میبره این بخش تنها در یوتیوب موجود هست که سکشن بندی میشه بخش بندی میشه ما لینک همین ویدیو را که در یوتیوب هست هم میمانم شما سرانوز کلیک کنید در یوتیوب راحت تر میتونید معلومات تماشا کنید دوستان گرامی این وبسایت رسمی دولت استرالیا هست آپدیت در مورد افغانستان هست اگر شما بیاین میتونید تمامی جزیاتی که مربوط به با افغانستان باشه برنامه هایش در برای مهاجرین هست میتونید اینا رو بخونید مثلا 26500 ویزا برای افغانستان دیگه ویزا های مختلفی که در اینجا ذکر شده میتونید اونا رو ببینید مثلا از 26500 ویزای فامیلی یا بشردوستانه که برای افغانستان ها اختصاص داده گفته که این برنامه تا سال 2026 ادامه می داشته باشه و در ادامه گفته شده این برای کسایی می باشه که کارمندای سابقه نهادهای استرالیایی در افغانستان بوده باشه و اعضای فامیلش مثل زن یا شوهر و اولادای زیر 18 سال شامل میشه کسای دیگه گفته اعضای فامیلی مثل خانم یا اولادای زیر 21 سال کسایی که شامل ویزا اکس بیره داشته باشه اونا هم میتونه از همه کاتگوری، از همه ویزا مستفید شد و همچنان کسایی که توسط سازمان ملل یا این با استرالیا راجع شد هم شامل همه 26500 میشه و همچنان زنها و دخترها اقلیت های قومی تراجنسی ها و دیگه کسایی که در قلیت قرار داشته باشه و در خطر باشه اینا شامل این ویزای بشر دوستانه میشه در ادامه ویزاهای دیگه هم ذکر را که شما میتونید در اینجا کلیک کنید انواع ویزاهای مربوط به استرالیا هست من مثلا این صفحه رو باز کردم برای شما در اینجا گفته شده که ویزاهای سیاحتی باشه ویزاهای تحصیلی باشه ویزاهای کاری باشه سر ازا کلیک کنید برای شما معلومات نشان میده به طور دایمی در دا دا استرالیا زندگی بکنید در ارتباط همکاری اینا یا مدت زمان طولانی در اونجا باشید ویزه های بشر و دیگه ویزه ها در اینجا ذکر شده مثلا سر بشر اگر من کلیک بکنم صفحه دیگه در اینجا باز میشه که مگه ما در واقع باش یک صفحه قبل بریم این از کلیک کنم یک گزینه دیگه در اینجا بود چون پرسان کرده بود که های شما داخل استرالیا هستین یا خارج از استرالیا این در واقع پنج نوع ویزای بشردوستانه در اینجا است اگر شما این ساید استرالیا باشید به نحو خود داخل استرالیا داشته باشه رسانده دا باش هم گزینه هست و اگر از آوتساید استرالیا خارج استرالیا شما اپلای کنید و حاضر باشین در اونجا فعلا موجود باشین چه قسمی میشه رویزه کلیک میکنیم میگه که برای شما دور نویزا وجود بشردستانه که شما اپلای کنید یکی رفیوجی ویزا هست که سب کلاس 200 201 203 و 204 میشه و گلوبال اسپیشال هیومنتریون ویزا ویزای بشردوستانه بین المللی که کلاس 202 میشه تمامی معلوماتش در اینجا موجود هست و مثلا رفیوجی ویزا رو گفته شما باید توسط سازمان ملل معرفی شید و استرالیا مصارف شما رو پرداخت میکنه و شما میتونید به طور دائم در دا استرالیا بودو باشتر شو باشن. سر اگر کلیک کنید جزیاتش برای شما نشان داده میشه یا اگر سر کلیک کنید جزیاتش برای شما نشان داده میشه مثلا ما امی ویزا ویزار سرش کلیک میکنیم صفحه دیگه باز میشه تمامی جزیات در مورد ویزا هست چگونه اپلای بکنید از کجا شروع بکنید کدام فرما خانه پرش ها همه جزیاتش در اینجا ذکر میشه مثلا اوویرویو یک معلومات خلاصه about دس ویزا درباره ویزا هست چقدر واضح در اینجا ذکر میکنه که شما چه کارای انجام میتونید سر اگر کلیک کنید جزئیاتش بر شما نشان داده میشه هاو لانگ میتونید شما استی کنید اقامت داشته باشید پروسسینگ تایم شد چقدر هست پروسسینگ تایمش در اینجا مشخصا ذکر شده شما میتونید که اینا رو بخونید تمامی جزئیات در اینجا ذکر هست و میتونید چه کسایی واجد شرایط هست شما میتونید که اینا رو بخونید و همچنان استپ بای استپ مراحلش مرحله و مرحله چی هست چی نیست تمامی جزئیاتش در اینجا هست شما میتونید کلیک کنید چک کنید که کدام فرما خانه پریم میشه من ممکن است داینده دا برای یک ویدیو بسازم ولی فعلا نمو قدر معرفی کردم که انواع ویزاهای استرالیا هست گفتم که 26500 ویزایی که اختصاص داده تا سال 2026 هست و برای کارمندای نهاد های استرالیا در افغانستان و اعضای فامیلش مثل زن و اولادای زیر 21 سالش و اعضای فامیل کسایی که اکسپیر ویزا را دریافت کرده باشه و کسایی که توسط سازمان ملل معرفی شد و این اقلیت های زن و دختر ها و ترجنسی ها و اقلیت های قومی و گروپ های قومی باشه در مرز خطر باشه یعنی 26500 ویزا شامل این نفر میشه و ویزا های دیگه هم در اینجا وجود داره که ما سر از لینک کلیک کردیم در اینجا برای شما تشریح کردم انواعشه در ادامه بررسی بکنیم دوستای گرامی که در چی تعداد درخواستی داده شده اینجا میگه که تا 19 می 2023 به تعداد 4879 بگیم که 41000 اپلیکیشن با استرالیا درخواستی داده شده 41000 اپلیکیشن این ممکن است که هر اپلیکیشن یک نفر باشه یا دو نفر باشه یا 5 شش نفر باشه نظر به تعداد اعضای فامیل خب انیمی 41000 اپلیکیشن چند نفر را شامل بده 189 نفر بگیم 190 نفر 190000 نفر را شامل بده خب از این تعداد 200 سگرامی از چلو ی... یک هزار اپلیکیشن تا حالا 9364 اپلیکیشن نهایی شده اینا رو گفته اینا کسای واقعی هست ارتباط کاری داره ارتباط فامیلی داره اینا واقعا درست هست اینا لینی 9364 کیس که کی نهایی شده و تایید شده چند هزار نفر شامل میشه؟ 42241 نفر شامل میشه خب حالا گفتیم که چل هزار مثلا درخواستی داده شده 9,000 هزار درخواستی نهایی شده تنها برای دو هزار یا درخواستی ویزا داده شده مثلا ار اپلیکیشن ممکن یک نفر باشه یا دو نفر باشه یا ده نفر باشه در مجموع برای دو هزار درخواستی داده شده. چه ویزا داده شده که گفته میتونیم 12,000 هزار نفر ویزا داده به این صورت گفتم میتونیم که از چیل هزار درخواستی که به استرالیا داده شده که اینا 189 هزار نفر بوده 9000 اپلیکیشنش نهایی شده و به کی 422000 نفر امیدوار باشه و تنها برای 2505 اپلیکیشن یا درخواستی که شامل 12203 نفر بوده ویزا داده شده پس اینطوری یادآوری بکنیم که از 26500 حالا چیزی حدود 12000 ویزا صادر شده 12000 نفر ویزای خود گرفته از 26000 12000 چیزی حدود 48 49 درصدش یعنی 50 درصد هم ویزای خود را صادر کرده و این برنامه تا سال 2026 ادامه خواهد داشت این یک معلومات بود دوستای گرامی برای شما ارائه کردم باز شما میتونید که دیگر جزئیات رو در اینجا مطالعه بکنید سوالای احیانا اگر داشتید باز ممکن است نظر به سوالای شما ما ویدیوهای راهنمایی را جور بکنیم و امیدوار که مشکلات شما حل شده باشه و کسایی هم که هنوز حل نشده سایت ها را راهنمایی ها را دنبال بکنه و هر جایی که مشکل هست او را برطرف کنه بسیاری از دوستو پرسان کردن که ما چگونه درخواسته خود را به استرالیا ارائه بکنم دوستا گرامی در ابتدا باید بگم که شما باید قوانه نیشه میارات بخوانید با او مطابقت داشته باشید و اپلای بکنید در اینجا یک صفحه ای را برای شما معرفی میکنم لینک از رو در بخش داشته میمانم خود شما بخوانید مرور بکنید احیانا اگر کدام واجد شرایط را داشتن پیشنهاد میکنم در استرالیا اگر فامیل دارن یا کسی است که شما رو دعوت کنه باید با یک وکیل صحبت کنه این کارا با یک صفحه خواندن یا وبسایت خواندن نمیشه باید یک وکیل باشه که کارا رو پیش ببره lodging and application refugee and human visa در اینجا میگه که بخاطر از که شما یک ویزای بشردوستانه را اپلای بکنید شما باید فرم 842 را خانه پاری کنید 842 دوستای گرامی یک فرمی است که تمامی معلومات شما از اول تا آخر در اونجا ثبت میشه شما باید را به دقت مرور بکنید مشخصات خدا همه چیز شما از نام تخلص شما گرفته تا ارتباط فامیلی شما در استرالیا سابقه کاری شما سابقه تحصیلی شما سابقه سفر شما سابقه جرمی شما هر آن که در زندگی شما هست دلیل در خطر بودن شما چرا به استرالیا شما اپلای کردن همه اینا در ای فرم باید نوشته شود این فرم باید شما خانه پری کنید اگر وکیل داشته باشین یک وکیل برای شما کار بکنه خیلی خوب میشه و شما باید دعوت شوید توسط یک استرالیایی دعوت شدن فرم 681 هست کسی که در استرالیا ممکن است یک اعضای فامیلی شما باشه یا یک نهاد باشه اونا شما رو دعوت میکنه و این فرم اونا خانه پری میکنه که این هر دو فرم در خانه پوری فرم به صورت آنلاین نیاز هست در اینجا بودیم گفته بود که اگر شما میخواین یک ویزای بشر را اپلای کنید باید فرم 842 را خانه پوری کنید مگه که شما میتونید درخواست خدا یا به صورت آنلاین به استرالیا روان بکنید یا ای که به صورت پیپر یا ورق ما آنلاین هم برای معرفی میکنم و ورق هم که یعنی میاره گفتم خانه پوری کنید باز پایین برای ذکر میکنم که در کجا ارسال میشن اگر شما میخواین توسط ورق یعنی فرمار خانه پری میکنید ورق تسلیم استرالیا میکنید باید در یک سفرارت های استرالیا شما باید را ارسال بکنید شهروند های افغانستانی که در افغانستان است یا در پاکستان است یا در ایران به سر میبره یا مثلا دوروبرش در عراق یا ترکیه یا هر جایی که هستن باید حالا نم فهم که ترکیه هم شامل میشه یا نه ولی امیدوار هستم که ترکیه سفارت جداگانه داشته باشه با اون باز ببینیم که سفارت داره یا نه اگر داشت باز میتونه اونجا روان بکن بر حال اینجا گفته که شهروندای افغانستانی که داخل افغانستان است در پاکستان است یا ایران باید اپلیکیشنشان به با سفارت استرالیا در عمان روان بکنه اینی هم صندوق پستی سفارت استرالیا در عمان هست یک اینی نمونه دیگه ایش هست که شما میتونید فکر کنم اولیش درست باشه پست باکسی 35 201 عمان 111 80 جردن یعنی می دمی آدرس کری صندوق پستی نوشت دمو پاکت خود نوشته بکنید با اونا میرسه البته ایر ببرند یک پست خانه باز اونا مفهم که چیکار بکنه میگه اولویت به اپلیکیشن های داده میشه که توسط سازمان ملل ارزیابی شده باشه اگه سازمان ملل شما را مثلا ارزیابی کرده بر که شما تقبیل باشه ممکن اونا با سفارت استرالیا راجع بکنه یا اگر گفت خود شما اپلای کنید احیانا باز میتونید که خود شما روان بکنید باز اولویت داده میشه اکثرا یونیسیار خودش با اونا روان میکنه یکی به اونا اولویت داده میشه دیگه یکی ریفر تو استرالیا و ریسیتلمنت م... یا کسای استرالیایی باشه شما دعوت کرده باشه یا که برای بودو باشت استرالیا شما راجعش داشته باشین و Да инжо гуфта proposed by an immediate family members for example a spouse a partner child under age of خب یک دعوت کنید در شما در استرالیا داشته باشه اعضای فامیلی نزدیک شما باشه مثل همسر شما یا شوهر شما یا اولادای زیر 21 سال اینا خب که اونا شما و های 201 200 203 و 204 داشته باشه این یک تعداد مثلا اعضای فامیلی شما در استرالیا رفته و شما جوین میشن با هم دیگه اونا که شما رو دعوت بکنم میشه و اینی چیز بود که گفته بود شما باید فرم 842 رو خانه پر کنید فرم 681 خانه پر کنید و به با اینی پست باکس تا اردن یا اومان روان بکنید و همچنان دیگه ویزا ها هم در اینجا هست اگر شما پروپوزر دارین یا کسی است که شما رو مثلا دعوت کرده از آی فامیل شما در استرالیا میتونید ویزای گلوبال سپیشل هیمنتران ویزا رو اپلای بکنید و شما شرایط شما است که باید خارج از استرالیا باشید زمانی که میر اپلای میکنید مثلا اعضای فامیل شما در استرالیا هست برای شما اپلای میکنه شما در خارج استرالیا باشید و توسط یک از فامیل نزدیک شما ای درخواست دادش را باشه و بخاطر خاطر اینکه شما واجد شرایط همی ویزا شاید باید فرم 681 خانه پوری کنید و گفت که شما یا ما دهنده شما میتوند که فرم 681 و فرم 642 را یک جایی ارسال بکنه همچنان گفته شد شما اگر پروپوزر دارین در دا استرالیا یا کس شما رو دعوت میکنه در اینی آدرس روان کنه اما اعضای فامیل شما که در استرالیا هست در اینی آدرس روان بکنه نوشته کنه که هم... Special Humanitarian Processing Center دپارتمنت اف هوم افرز جی پی او باکس نو نو چار سیدنی ان اس کسایی که در استرالیا دارین این فرم 681 و فرم 842 خانه پوری کرده و در این صندوق پستی روان بکنه خوب میشه یا احیانا اگر فامیل شما ای کار نکرد یا نشد میتونید به صورت آنلاین این ای فرم خانه پوری کنید سرزی کلیک کنید یک صفحه بعدی برای شما باز میشه خب دوستای گرامی ای وبسایت ثبت نام آنلاین ویزای بشردوستانه استرالیا هست که شما میتونید درخواست های خود در به صورت آنلاین به استرالیا روان بکنید مشخصا در اینجا گفته شده که این صفحه برای شما اجازه میده که درخواستی ویزای بشردوستانه خود به صورت آنلاین به استرالیا ارائه بکنید و ای که شما اینجا خانه پوری میکنید به ایمانا نیست که شما یک نفر واقعی هست ممکن یک نفر شش باشه تک تک تک, تک تایپ کده باشه و یک کس دروغین باشه و حتی اگر شما یک سلسله درست سمی رای بکنید تا که تمام شرایطش را تکمیل نکنید واجد شرایط بوده نمیتونید در اینجا گفته که باید شما فرم 842 رو پیشا پیش خانه پوری کنید و او همه چیز آماده باشه زمینا در اینجا گفته شده امی سفر که شما باز میکنید اینطوری نیست که یک مقدار کارش رو شما ثبت نام بکنید با بعد بانی دیدام میشه در فرصت بعدی این کار نکنید باید تمامی اسنادهای شما ما ما معلومات مورد نیاز شما آماده باشه خاصا فرم 842 خانه پریش رو باشه که این فرم 842 در اینجا هست آماده باشه اسنادهای شما و در اینجا بیاین اینا رو خانه کنید من امیر یک رفرش میزنم یا نه رفرش نمیزنم چون که ممکن است که صفحه تازه خب پرایوسی اند security شرایط شما قبول میکنید دو, گزینه رو تک مارک میزنید آه, یا باشه رو رفرش بزنم چون بعضی چیزهای هست که اینجا ما نوشته کردیم اتومات شده و باید از نو با هم دیگه ببینیم که چطوری میشه از اول شرایطش قبول میکنید پروپوزر دیتایلز کسی که شما رو دعوت کرده اعضای فامیل شما در استرالیا هست یا یک نهاد هست در استرالیا یا هر چی که دعوت کننده دا دارین مشخصات از او نوشته میشه خب ای کسی که شما دعوت کرده یک فردی هست نهاد هست یا ای که یک کمیونیتی است بعضی کمیونیتی هست ممکن است کسی رو دعوت بتونه اندیویژوال انتخاب میکنید ممکن اگر کدام نهاد شما رو دعوت کرده بود سر از او کلیک میکنید فعلا اندیویژوال خب میگه که از recorded in form 681 مطابق فرم 681 باشه که اون نفر استرالیایی یا نهاد استرالیایی معلومات خود اینجا نوشته کرده مطابق قضیه شما او را در اینجا نوشته بکنید امی کسی که شما را پروپوز کرده یا دعوت کرده شهروند دی... یا اقامدار دایم استرالیا یا شهروند نیوزلند هست یا نه یس انتخاب میکنید خب جزئیات پروپوز شما میتونید نوشته کنید ما مثلا فعلا نوشته میکنیم که تستینگ به طور تست میکنیم ما آزمایشی هست خب نام پروپوزر در اینجا گفته فامیلیش رو نوشته بکنید در اینجا نامش رو نوشته بکنید جنسیتش رو شما در اینجا انتخاب میکنید دوست گرامی تاریخ تولدش رو میتونید در اینجا سال رو انتخاب بکنید مثلا در سال 1990 به دنیا آمده در جنوری در اولی جنوری رابطه فامیلی با شما چی هست؟ مثلا نوشته میکنید که وایف شما هست یا هزبند شما هست هرچی که هست اما رابطه فامیلی خود اینجا نوشته میکنید تا اینجا باید شما ایمیل آدرس خود رو نوشته ایمیل میل ایمیل آدرس هم کسی که شما را دعوت کرده نوشته بکنید Evidence of Proposers Eligibility اسناد اما کسی که شما رو دعوت کرده در اینجا علاوه بکنید اسناد رو زمینه بکنید در اینجا چیزایی گفته باشه Birth Certificate یا سرتفکیت یا ورق کارت تولدی که نشان داده استرالیا تولد شده استرالیا سیتیزنشیپ شهروندی استرالیا یا پاسپورتش اور پرمننت و ویزا یا این اینا اگر شما داشتین در دا اینجا آپلود کنید عکسش خوب میشه به مثال من یک عکس در اینجا آپلود میکنم این این میستر بین آپلود میزه این هم هست گفته باید به شکل چی باشه حداقل یک بی باشه نامش نوشته باشه مثلا پروپوزال الیجیبلیتی پی دی اف خب پی دی باش ما یک فایل پی دی در اینجا اپلود میکنم این هم قبول نشد باید قسمی میتونید اپلود کنید حالا معلومات متقاضی اصلی که شما در افغانستان هستین برای شما درخواست داشته نفر اصلی باید اینجا رو خانه پاری کنه ریکورد مطابق فرم 842 این 842 است که من لینک از او رو هم میمانم شما حتما این کار رو میکنید کجا شد در اینجا هم من با تستینگ میکنم تخلص خود نیوشته میکنید دوستای گرامی نام خود نیوشته میکنید جنسیت خود انتخاب میکنید تاریخ تولد خود در اینجا میزنید مثلا میگیم که در سال 2000 به دنیا آمده در جنواری، در اولی جنواری شهروندی کدام کشور دارین شما شهروندی افغانستان دارین باید داشته باشن دوست گرامی که مین اپلیکانت متقاضی اصلی هست مثلا برای شما ای که در افغانستان هستید فرم خانه میشه اقلیت قومی خود رو نوشته بکنید مثلا هزاره ریلیجنی شما نوشته میکنید شیعه مسلمز و کانتری اف بیرت نوشته میکنید در کدام کشور به دنیا آمده افغانستان کمپیوتر هنگ کرده آها حل شد مشکل کانتری اف کارنج شما فعلا در کجا بوده باش مثلا شما میگین که ما در ایران بوده باش یا افغانستان سنیا پاکستان هست در چی؟ نوشته اونجا آدرس خور نوشته کنید your complete residential address آدرس کامل شما مطابق اما فرم 842 دو فرم معلومات شما نیاشت نمیشه که در کجا هستم کدام کجا و آدرس خود جزیات شما میتونید در اینجا نیاشت بکنید ایمیل آدرس خود نیاشت کنید چند نفر دیگه امرای شما در می اپلیکیشن شامل هست مثلا میگین که چهار نفر دیگه پاسپورت استایل پروگراف اینجا شما باید پاسپورت های خود اپلود بزنید در اینجا گفته که عکس های پاسپورت ببخشن عکس پاسپورتی متقاضی اصلی فرمتش باید PDF، دی و PNG باشه قابل قبول هست و باید یک گیم باشه 300 در 300 دی پی آی باشه و باید نامگذاری شده باشه در اینجا میتونید اپلود کنید اما عکس های خود اپلیکنس متقاضی های دیگه رو شما میتونید علاوه بکنید مثلا خانم خود در اینجا نوشته میکنید که نامش تخلصش جنسیتش تاریخ تولدش چه رابطه ای با شما داره و میتونید متقاضی دیگر در اینجا علاوه بکنید پسر شما نامش تخلصش جزئیاتش دختر شما میتونید در اینجا علاوه بکنید هر چند نفری که بود پاسپورت استایل فوتوگراف عکسای پاسپورت خود شما باید آپلود بکنید اینجا for every applicant گفته که تمامی عکس های پاسپورتی خود برای هر متقاضی شما باید آپلود کنید مثلا برای خانم شما و برای اولاد شما در اینجا نام نوشته شده بود باید عکس آپلود کنید گفته که به طور مجموعی 5 ام بی باشه 300 در 600 باشه و نامایشون باید نوشته باشه اما مثلا اما فایل شما نامش نوشته باشه به طور مثال فکر کنم در بالا یک نمونه ما آپلود کرده بودیم مثلا عبدالبصیر موحدی همین یک نامی باید نوشته شوش عبدالبصیر موحدی پاسپورت فوتو اسرائیل هم یک چیزی باید نوشته شده باشه خب درست شد اسناد فامیل شما هم اینجا علاوه میشه در اینجا شد اتچمنت آپلود اسنادای خود شما باید آپلود بکنید یک فرمی 842 رو باید خانه پوری کنید به شکل پی دی اف باشه و اپ بیشتر از دو ام بی نباشه ایره شما باید فرم 842 رو اپلود کنید و فرم ش... در اینجا میزنید اپلود کنید و فرم 681 باید از اینجا اپلود کنید 681 پروپوزاره شما بود که از استرالیا شما را دعوت کرده بود ادیشنل داکومنتس اسنادای دیگه هم ده اینجا آ... ذکر شده که شما ایره بخانه که چی اسنادای هست ولی پیشنهاد میکنم که فرم 842 رو ببینید تا اونجا همه چیز در قسمت آخر یک چک لیست داره آه... چک لیست فکر اینجا باشه داکیومنت چک لیست شماره شماره یک شما شماره دو سه چهار در اینجا همه چیز ذکر شده که پاسپورت شما هست نکاح شما هست دعوت کننده شما هست خلاصه این این رو ببینید هر سندی که شما دارین در دا اینجا تک مارک بزنید و اونم سند داره شما باید در اینجا آپلود کنید و سایزش گفته که از 10 ام بی زیاد نباشه مت پرفایل ار فایل 2 ام بی باشه و مجموعا از 10 ام بی اضافه نباشه اما اسناد خود اضافه میکنید دوستا گرامی سند ایمیل روان میکنید با طور خلاصه اگر یادآوری بکنید دوستا گرمی این ای وبسایت دولت استرالیا است که شما می توانید میتونید ویزاهای بشردوستانه خود در آنجا آ... 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 به صورت آنلاین ارسال بکنید و فرمی 842 و فرم 681 شما باید خانه کنید اونو باید آماده باشه که دمی اپلیکیشن آنلاین اونو نیاز است که ارسال شود در اینجا پروپوزر جزئیات کسی که شما را دعوت کرده نوشته بکنید و در ادامه مشخصات خود شما در اینجا شامل سیستم میکنید در ادامه جزیات متقاضی های بعدی از آی فامیل خود شما در اینجا علاوه میکنه اسنادش آپلود میشه فرمجات تی 842 و 681 شما اینجا اپلود میکنید و همه چیز اسناد دیگه هم اگر داشته مثل پاسپورت نکاح یا تحت نامه یا سابقه کاری هر چی داشته در دا اینجا اپلود بکنید و ارسال بکنید تاکید میکنم دوستای گرامی این سایت ناق به صورت دروغی شلوغ نکنید میتونید که روان بکنید یک معلومات که دعوت نشدن از استرالیا و این سایت شلوغ بکنید فقط آما را بالا مبرید شلوغی سایت استرالیا را بالا مبرید و کار از او سلو می کسایم کسایی هم که نفرای اصلی باشه متقاضی اصلی باشه در این میان در سبت نام کرده باشه اونو باز باز این مشکلات هست دوست گرامی امیدوارستم کسایی که واجد شرایط از رو بخونه و مطابق همون اقدام بکنه کانتاکت فرم for افغانستان دوست گرامی ای وبسایتی است که مربوط به دولت استرالیا میشه و کسایی که اکنالجمنت لتر یا پذیرش دریافت کرده هنوزم داخل افغانستان است باید داشته باشن کار شما را نمیافته کسایی که در خارج افغانستان یا نقل مکان کرده باشه شرایطش تغییر کرده باشه این فرم حتما خانه پوری کنه داخل افغانستان هر قدر منتظر باشین کارای شما اجرا نمیشه پیشنهاد میکنم ایمیلی که برای شما آمده اما ایمیل راهنمایی رو را دنبال کن که برای تان چی گفته حیانان اگر کدام سوالی دارین میتونید سوال, میتون سوال خود مطرح کنید یا ایمیل خود با ما شریک بسازین که باز با هم دیگه ببینیم که گپ چه قرار هست میگه که اگر شما از افغانستان تغییر مکان میکنه آدرس شما تغییر میکنه شرایط شما تغییر میکنه حتما دولت استرالیا را در جریان قرار بدین تا که پروسیس کیس شما را شروع بکنند در اینجا میگه که باید شرایطش را قبول بکنید آیا شما یک شهروند استرالیا هستید؟ مثلا میگه نه چون شهروند استرالیا اونها مشکل نداره آیا شما کارمند سابقه استر... های استرالیا در افغانستان هستید؟ ممکن است که یه yes ممکن است که نه را بگین اگر یه yes بدین خب ها برای شما میگه چی هست چی نیست. ببینید که در اینجا چی هست چی نیست و اگر نو گفتین ممکن کسایی باشن که اقلیت های قومی باشن یا کسایی باشن که ویزای بشر دوستان دادن یا فامیل شما در استرالیا هست دعوت کرده میخواین که امی وضعیت خود چک کنید و با اونا راپور بدین که ما مثلا در پاکستان یا ایران یا یک کشوری آمدیم که سفارت در اونجا هست مثلا میگم ما کارمند استرالیا نیستم آیا شما یک ویزای استرالیا رو دارین قطعا ندارین هنوز بر شما ویزا آیا شما کدام ویزا را زیر پروسیس دارین یا شهروندی استرالیا شما فعلا ویزا را زیر پروسیس دارین یا درخواست دارین یس yes. نوع ویزای خود شما انتخاب بکنید رفیوجی همینتریان هست پارتنر هست با شما کسایی که ایمیل آمده اتمن خبر دارین که پارتنر هست هرچی که هست شما میتونید یک از را انتخاب بکنید مثلا رفیوجی همینتریان را کلیک میکنم حالا شما هر ویزایی که برای شما در ایمیل آمده گفته شما تا به یا یار انتخاب بکنید در ادامه گفته که What are you uh, acquiring about درباره چی چیزی میخواین شما معلومات به دست بیارد I want to check process of an application پروسیس خود چک بکنم My situation has changed شرایط ما تغییر کرده I want to add uh, dependent یا یکی از آزای فامیل من در اپلیکیشن ما میس شده بود یا سب نشد ما میخوایم یک فامیل جدید اعضای فامیل جدید علاقه بکنیم یک گوشتو که نو به دنیا آمده خب فعلا فکر کنیم که, که ما شرایط خود میگیم که چنچو در شما مثلا در کشور رفتن که سفارت استرالیا در اونجا هست شما باید نیم مطابق پاسپورت در اینجا نوشته کنید تخلص خود مطابق پاسپورت ده اینجا نوشته کنید تاریخ تولد خود مطابق پاسپورت ده اینجا نوشته نمبر پاسپورت خود نوشته کنید رفرنس نمبر اگر شما دارین حتما یا کیس نمبر هست یا هر چی که هست شما در اینجا نوشته بکنید. Uh, please provide details of your current location. فیلن وضعیت خوده برای ما راپور بده که در کجا هستید. در اینجا میتونید کشور انتخاب بکنید کدام کشور. Current location details وضعیت خود در کجا هستید آدرس خود دقیق در اینجا نوشته کنید. و واقعا نوشته کنه که شما مثلا مده کشور هستم بسیار بشاریت شرایط بعد به سر میبارم بشاریت سخت آمدم در اینجا کار و بار نیست یک خلاصه وضعیت بسیار نابسامان خود در اینجا تشریح کنید آدرس خود هم نوشته کنید شماره تماس اینا در اینجا هم میتون نوشته ولی گزینه جداگانه هست ایمیل آدرس خود نوشته کنید که باز باشه شماره تماس خود نوشته کنید و در اینجا وضعیت خدا نوشته کنید ببخشید در اینجا گفته لوکیشن خود آدرس خود نوشته کنید و در اینجا وضعیت خود نوشته کنید در چی وضعیت هستن شرایط بعد خود در اینجا ذکر کنید هر رو گفتنی که دارن و این بزن. بزنید ارسال میشه و اونا کیس شما را مشخصات شما را بررسی میکنه و با شما ارتباط میکنه خب از توجه و همراهی شما جهان سپاس امیدوارم که این ویدیو برای شما مفید و معلوماتی تمام شده باشه پیشنهاد میکنیم که حتما با یک وکیل صحبت کنید اگر فامیل شما نهاد شما یا دعوت کننده شما در استرالیا هست از طریق یک وکیل کار رو پیش ببره ما صرف سایت برای شما معرفی کردیم و پیشرفت خبرها رو برای شما گزارش دادیم و اگر پای ما به هیچ وجه به این معنا نیست که ما شما رو تشویق به مهاجرت بکنیم یا ای که برای شما بگیم این کارو بکنید خود شما توسط یک وکیل برای اونا کار پیش ببرید احیانا اگر کدام سوال یا کدام گفتنی داشته باشید میتونید بخش کامنت در بخش مسنجر با ما شریک بسازین و ما کوشش میکنیم در صورت امکان و بیشترین تلاش خدا میکنیم که در خدمت دوستا و همتان گرامی باشیم تا دو دیگر بدرود خداوند یار نگه دار شما راستی ما هیچ وقت نگفتم می ویدیوهای ما رو لایک و کامنت بزنید شما یکان تا شما لایک و کامنت میدین یکان شما دخشش نیست همچوزاری که خوشتان اما دیگه کامنت اگه یک لایک خوب بزنید خوبیش دیگه که موضوع اگه خوب بود شما که لایک زدین برای دیگه هم میشه دیگه هم موضوع موضوع میشه اولین دفعه از که برای شما اداغاری کردیم این کار بکنید خدا خدا نگه